دوستان عزیز سلام، به یکی دیگری از ویدیوهای چنل افغانبان خوش آمدید. در این ویدیو ما یک مطلب خیلی جالب را برای شما عزیزان تقدیم میکنیم که امیدواریم تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ماجراهای عجیب و مخوف از مواجه شدن انسان با بیگانگان فضایی. آیا موجودات فضایی واقعا وجود دارند؟ وجود یا عدم وجود بیگانگان فضایی یکی از جذابترین موضوعاتی است که همیشه مورد بحث و صحبت ها قرار می گیرد. مدت هاست که جستجوی حیات در کیهان بخش از سفر اکتشاف فضایی ما بوده است. اگر شواهد ملموس و قابل اعتمادی از وجود حیات فرازمینی به دست نیامده است، اما ادعای مواجه شدن با بیگانگان و موجودات فضایی از سوی برخی از افراد باعث شده که مردم نسبت به وجود حیات هوشمند در دنیای بیرون از سیاره زمین امیدوارتر شوند. در اینجا فهرستی از افرادی را میبینید که ادعا کردند با فضایی ها مواجه شدند و همین دلیل جستجوی انسان ها در سالهای اخیر برای پیدا کردن حیات فرازمینی به موضوع هیجان انگیزتری تبدیل شده است. ربوده شدن یک زوج نیوزلندی. در سال 1961 دو شخص به نام های بارنی و بیتی هل توسط بیگانگان در نزدیکی کوههای سفید در نیو همشایر ربوده شدند. آنها مدعی شدند که یک شی نورانی در آسمان آنها را دنبال می کرده است. گفته می شود این دو نفر به فضاپیمایی منتقل شدند که در آنجا موجودات انسان نما آزمایش بارداری را روی بیتی انجام دادند. سپس این زوج به ماشین خود بازگردانده شدند. هنگامی که آنها به خانه رفتند متوجه شدند که ساعتهایشان از کار افتاده و نمی توانند 2 ساعت از زمان رانندگی خود را به خاطر بیاورند. با این حال کمتر کسی این داستان را باور کرد. برخی از روانپزشکان اعلام کردند که این زوج تحت استرس زیادی بودند که ممکن است باعث توهم آنها شده باشد. مواجه با یوفو در آسمان فرودگاه. چندین کارگر در فرودگاه اوهار شیکاگو گزارش دادند که یک بشقاب پرنده را در بالای دروازه 37 مشاهده کردند. افراد زیادی شاهد این حادثه بودند و یک سفینه فضایی و فلزی را دیدند که به طور مداوم در حال چرخش بود. این جسم ناشناس در نهایت به بالا می رود و صحنه را ترک می کند. بیش از 10 کارمند این حادثه را به مراکز کنترل و امنیتی گزارش کردند و اداره هوانوردی فدرال را از این حادثه مطلع کردند. این سازمان وجود بشقاب پرنده را تکذیب کرد و این اتفاق را یک پدیده غیرعادی آب و هوایی توصیف کرد. این حادثه هنوز هم یکی از مرموزترین پرونده های تاریخ مدرن باقی مانده است. سوزانده شدن توسط سفینه فضایی ها. اسفون میچالاک هنگام جستجو در نزدیکی دریاچه فالکون دو بشقاب پرنده معلق را مشاهده کرد تا یکی از مورد اطمینان ترین موارد مشاهده بشقاب پرنده رقم بخورد. هنگامی که او سعی کرد یکی از یوفوها را از نزدیک بررسی کند، با گاز داغ سوزانده شد. علایم سوختگی که به شکل شبکه‌ای بودند روی او باقی ماند. همچنین در اطراف منطقه فرود فلزات رادیواکتیو کشف شد و محل فرود سفینه ها نیز عاری از هر گونه پوشش گیاهی شده بودند. این پرونده هنوز یکی از مرموزترین پرونده ها در تاریخ تحقیقات یوفو ها است و توسط پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا و نیروی هوایی ایالات متحده یک اتفاق غیر قابل توضیح عنوان شده است. ربوده شدنی که 5 روز طول کشید. تراویس والتون 20 ساله زمانی که کامیون خود را ترک کرد تا یک شی فلزی معلق در هوا را از نزدیک بررسی کند، توسط موجودات فرازمینی ها ربوده شد. او خود را روی میزی دید که توسط موجودات عجیب و غریب و کوچک بررسی می شود. والتون با آنها جنگید و توسط انسانی که کلاه ایمنی به سر داشت نجات یافت. زمانی که او خود را دوباره در بزرگراه دید، متوجه شد که 5 روز از ربوده شدنش می گذرد. بسیاری از افراد داستان او را باور نمی کنند، اما باید بدانید درختان مجاور جایی که سفینه در حال پرواز بوده 36 برابر بیشتر از 85 سال گذشته الیاف چوب تولید کردند. دوستان عزیز، این مطلب را ما با شما شریک کردیم، اما باور کردن یا باور نکردن آن پدش خودتان است. تشکر از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل افغانبان را سابسکرایب نموده و علامه زنگوله را فشار دهید تا
تا از تازه ترین ویدیوهای ما آگاه باشید.